آدم خاکی زهر آموخت علم، آدم خاکی زهر آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم، نام و ناموس ملک را در شکست، نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شکست. دوستان خوبم، من دستایم آنقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را به کامتان بچرخانم، اما یکی هست که بر همه چیز تواناست، از او تمنای لحظه های زیبا را برایتان دارم، از خدایی که انسان را آفرید و بر خاک سیاه روح دمید. عزیزان و خوبان، زندگی را طی کنید و آنگاه که بر بلندترین قله هایش رسیدید، لبخند خود را نثار تمام سنگریزه هایی کنید که پاهایتان در آن خراشیده شده است و شکر بگویید به آن خدایی که برایتان علم آموخته است. بلی عزیزان، من هم با همین شکرگزاری می خواهم داستان آفرینش حضرت آدم علیه السلام را برای شما حکایت کنم. امیدوارم تا پایان این داستان ما را همراهی کنید. آفرینش حضرت آدم علیه السلام. خداوند فرشتگان را آفرید و فرشتگان به پرستش خداوند جل و جلاله مشغول شدند و خدا روی زمین گیاهان و جانوران را پدید آورد. در آن موقع روی زمین هیچ آدمی زندگی نمی کرد. روزی خداوند جل و جلاله به فرشتگان فرمود می خواهم در روی زمین نماینده خلق کنم، از خاک آدمی بسازم که از همه موجودات داناتر باشد. فرشتگان سوال کردند: آیا می خواهی کسانی را که خلق کردی که بر روی زمین فساد کنند و خون یک دیگر را بریزند در حالی که ما تو را عبادت می کنیم؟ خداوند در جواب فرمود: من می دانم چیزی را که شما نمی دانید. فرشتگان به خاطر این سوال بی جای خود سالها به استغفار و توبه مشغول شدند و از خطا و اشتباه خود آمرزش خواستند و به همین منظور گفتند: پروردگارا، تو منزهی و ما جز آنچه به ما تعلیم کرده ای علمی نداریم و به راستی که تو دانا و حکیم هستی. پس از این گفتگو که میان خداوند و فرشتگان صورت گرفت، خداوند جل و جلاله آغاز به خلقت آدم و سرسلسله نوع بشر فرمود. خلاصه انسان را از گل آفرید و سپس در آن از روح خود دمید و به دنبال این جریان به فرشتگان امر فرمود تا بر آن سجده کنند. آنها همگی به آدم سجده کردن جز ابلیس. خداوند جل و جلاله علت این سرپیچی ابلیس را پرسید. ابلیس جواب داد: من از او بهترم، چون مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی. ابلیس با این استدلال خود پرده از روی تکبر و سرکشی خود برداشت. خداوند جل و جلاله به او فرمود: حال که دستور مرا اطاعت نکردی، از دنیای فرشتگان بیرون برو و از درگاه من خارج شو. شیطان گفت:
حالا که مرا بیرون کردی، پس مرا تا روز قیامت مهلت بده و زنده ام بگذار. خدای تعالی به او فرمود: تا آن روز معین مهلت داری و زنده خواهی بود. شیطان وقتی خاطر جمع شد که از طرف پروردگار مهلت داده شده است، گفت: حال که مرا گمراه کردی، من هم بر سر راه راست تو در کمین انسان ها می نشینم و به هر ترتیبی شده گمراهشان می کنم، بجز بندگان با اخلاص تو که از گمراهی من در امان هستند و مرا به آنها راهی نیست. خداوند جل و جلاله نیز برای آنکه آدم و فرزندانش دچار انحرافات ابلیس نشوند، در مورد بسیاری به آنها هشدار داد که شیطان دشمن آشکار شماست، مواظب باشید شما را از راه بدر نکند. پس از اینکه آدم علیه السلام زندگی یافت، خداوند نامها یا رمزها و حقایقی را به او یاد داد و هوشیاری و دانایی آدم به فرشتگان هم ثابت شد و قرار شد آدم و همسر او حوا در بهشت زندگی کنند. آدم و حوا از انواع خوردنی و لذتهای بهشت بهرمند شدند، مگر یک چیز که خوردن آن ممنوع بود. خداوند جل و جلاله به آدم و حوا وعده داد اگر از میوه این درخت خودداری کنند و آن را نخورند، دیگر تمام خوشی ها برایشان فراهم خواهد شد و از گرسنگی و تشنگی و برهنگی و خستگی آسوده خواهند بود. ولی اگر این میوه را بخورند، بر خود ظلم کرده اند، مواظب باشند که از شیطان فریب نخورند، چون شیطان دشمن آنهاست و بدخواه آنها. شیطان که همه بدبختی های خود و رانده شدن از درگاه الهی را از ناحیه آدم علیه السلام می دانست، در صدد آن بود تا به هر طریقی که ممکن است موجب گمراهی آدم و همسرش را فراهم سازد. البته اینکه شیطان برای فریب آدم و حوا به چه ترتیبی وارد بهشت شد و خود را به آدم و حوا رسانید، به درستی معلوم نیست، ولی امین قدر روشن است که برای پیشبرد این هدف، یعنی گمراه کردن آدم و حوا، به صورت ناصح دلسوز در آمده و به آدم گفت: می خواهی تا تو را به درخت جاودان رهنمایی کنم؟ شیطان به دنبال این گفتار خود، برای اینکه سخنش در دل آدم و حوا کارگر بیفتد، وسوسه‌اش اثر کند، به دروغ و سوگندی که برای ایشان یاد کرد که من در این گفتار نظری جز خیرخواهی شما ندارم. آدم و حوا دستور خداوند جل و جلاله را فراموش کردند و از میوه ممنوعه خوردند و شیطان هم به این سبب خوشحال شد. ولی در همان لحظه وضع آدم و حوا عوض شد. ناگهان لباس بهشتی از تنشان فرو ریخت و از دیدن خود شرمنده شدند و از کار خود پشیمان شدند، ولی دیگر فایده ای نداشت. در آن هنگام صدای خدا را شنیدند که گفت: چرا نافرمانی کردید؟ مگر شما را از این درخت منع نکرده بودم و نگفتم که فریب شیطان را نخورید؟ سپس با آنها خطاب شد: همگی فرود آیید که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر هستید و اگر هدایتی از سوی من پیش شما آمد، هر که پیروی کند نه گمراه می شود و نه بدبخت. هر که از یاد من
روی برگرداند و ای را روزگار سخت خواهد بود و روز قیامت او را کور محشور می کنیم. چون آدم علیه السلام به زمین فرود آمد، جبرئیل نزد او آمد و پرسید: آدم، مگر خدا تو را به دست خیش نیافرید و از روح خود در تو ندمید و فرشتگان را به سجده تو مأمور نکرد؟ پس چرا با همه فضیلت و مقامی که داشتی نافرمانی خدا را کردی؟ در پاسخ گفت: ای جبرئیل، شیطان نزد من قسم خورد که خیرخواه من است و آن سخن را از روی دلسوزی می زند و من باور نکردم که کسی بتواند به خدا قسم دروغ بخورد. وقتی آدم و حوا را از بهشت بیرون کردند، به زمین فرستاده شدند. آدم سالها گریه می کرد و کم کم به زندگی روی زمین عادت می کرد. آنها به کمک هم لباس درست کردند، به فکر و هوش خود به کشاورزی و زراعت پرداختند و از حیوانات کمک گرفتند. روزهای اول در غار کوه منزل کردند و بعد با ساخت خانه زندگی جدیدی را آغاز نمودند. آدم و حوا در مقابل خطاب پروردگارشان که به آنها فرموده بود: مگر من شما را از این درخت نهی نکرده بودم و به شما نگفته بودم که شیطان دشمن آشکار و پنهان شماست؟ در مقابل توبه و آمرزش و استغفار کردند و گفتند: پروردگارا، ما به خیشتن ستم کردیم و اگر تو به ما رحم نکنی و ما را نیامرزی، حتما از زیانکاران خواهیم بود. دوستان نهایت عزیز، از آنجایی که داستانهای قرآن مجید جنبه تعلیم و تربیت دارد، ظاهراً خدای سبحان تعالی میخواست این نکته را به فرزندان آدم یاد بدهد که در هر حال انسان نباید مایوس باشد و هر زمان دچار گناه و نافرمانی حق میگردد، باید از راه توجه و استغفار به درگاه حق تعالی در صدد جبران و تلافی آن براید. خداوند جل و جلاله بعد از خلقت آدم علیه السلام و اینکه حوا را نیز آفرید، تا ضمن اینکه آدم علیه السلام را از تنهایی بیرون کند، وسیله برای ازدیاد نسل او روی زمین فراهم سازد، آن دو به فرمان خداوند جل و جلاله ازدواج کردند و دارای فرزندان شدند. آدم علیه السلام از همسرش حوا دارای فرزندانی شد که در تعداد آنها اختلاف نظر وجود دارد. از جمله پسرانشان هابیل، قابیل، شیز و از دختران عناق، اقلیما و لوزا را میتونیم ذکر بکنیم. زمانی که آدم علیه السلام و حوا در دو نوبت 4 فرزند به دنیا آوردند، اول قابیل و خواهرش اقلیما و بار دیگر هابیل و خواهرش لوزا به دنیا آمدند. پس از آنکه این فرزندان به حد رشد و بلوغ رسیدند، آدم علیه السلام به اذن الهی هر کدام یک از دختران خود را به عقد ازدواج آن برادر دیگری درآورد، یعنی اقلیما را به عقد آبیل و لوزا را به عقد قابیل درآورد. و همچنان دختری که همسر آبیل بود زیباتر از دختری که همسر هابیل بود و چشم می‌خورد.
قابیل به این تقسیم بندی و ازدواج راضی نشد و از زبان به اعتراض گشود و بالاخره قرار شد هر کدام جداگانه قربانی به درگاه خدا ببرند، هر کدام قبول شد دختر زیبا همسر او باشد. هابیل و قابیل قبول کردند. کار هابیل شبانی بود، رفت و از میان گوسفندانش یکی را که از همه بهتر بود آورد و کار قابیل کشاورزی بود، رفت و از میان گندم‌هایش بدترین گندم‌ها را انتخاب کرد. هر دو نظر خود را روی تپه‌ای قرار دادند. آدم علیه السلام به فرزندان خود گفته بود: من دعا می کنم تا خدا آتش بفرستد و روی یکی از قربانی ها علامت بگذارد و هدیه هر کسی که قبول شد دختر زیبا همسر او می شود. آدم علیه السلام به دعا کردن مشغول شد و آتش آمد و گوسفند هابیل را سوزاند. آدم علیه السلام گفت: مصلحت در این بود که قربانی هابیل مورد قبول درگاه حق قرار گرفته است. ولی باز هم هابیل به این قناعت نکرد و بالاخره به قتل برادر خود ایستاد. البته در بیان این که به چی علت قابیل هابیل را به قتل رساند اختلاف نظر موجود است که ما می توانیم به دو تای آن اشاره کنیم. قول اول این است که مطابق روایات اهل بیت سبب قتل هابیل امان مسئله جانشینی آدم بوده است که چون قابیل دید پدرش آدم علیه السلام برادرش هابیل را به پیامبری بعد از خود گماشته است، به وی حسد می ورزد تا آنجا که در صدد قتل او می براید. و قول دوم آن است که پنداشتن که قابیل به خاطر زیبایی همسر وی او را کشته است. دوستان گرانقدر، حضرت آدم علیه السلام با گذشت زمان زیاد در روی زمین و زندگی کردن با اهل و عیال خود بالاخره دار فانی را ودا می گوید. درباره سنه حضرت آدم علیه السلام نظرهای متفاوتی وجود دارد که از آن جمله گفتند 930 سال عمر کرده است، بعضی جا 1000 سال گفته شده است و در بعضی روایات 1040 سال از عمر آدم را تخمین زده اند که به رحمت ایزدی پیوست و او را پس از مرگ در تابوت می گذارند و در غار کوه دفن می کنند تا وقتی حضرت نوح علیه السلام در زمان طوفان، زمانی که می آید و آن تابوت را بر می دارد و در کشتی می گذارد و در شهر نجف کنونی به خاک می سپارد. درباره هوا نیز گفته شده است که پس از وفات حضرت آدم علیه السلام بیش از یک سال زنده نبوده، سپس 15 روز بیمار می شود و از این دنیا رخت سفر می بندد و در کنار جایگاه حضرت آدم علیه السلام او را نیز به خاک می سپارند. و آن چیزی که معروف است آن است که هوا را در جده به خاک می سپارند. بله دوستان، همانطوری که می دانیم همه ما انسان ها با خداوند رابطه بندگی داریم، آدم علیه السلام نیز با خداوند رابطه ای داشت. خدای متعال به آدم وحی کرد که من همه خیر را برای تو فراهم کرده ام و تمام سخنان را در 4 جمله برای تو گرد آوردم.
که یکی از آنها مخصوص من است و دیگری خاص توست و سومی بین من و توست و چهارمی بین تو و مردم است. آدم علیه السلام از خداوند جل و جلاله خواست تا آنها را برای او شرح دهد و خداوند جل و جلاله فرمود: آنچه مخصوص من است آن که مرا بپرستی و چیزی را شریک من نسازی، و آنچه خاص توست که پاداش تو را در برابر عمل و کردارت و بهترین صورتی که به آن نیازمندی بدهم، و آنچه میان من و توست آن است که تو دعا کنی و من اجابت کنم، و اما آنچه میان تو و مردم است آن است هرچی را بر خود میپسندی برای مردم نیز بپسندی. و این حدیث نمونه ایست از رابطه ای که میان آدم و خداوند جل و جلاله برقرار شد. و در خاتمه آرزو میکنم از شرح زندگی پیامبر عظیم الشان و سرگذشت وی و همسرش و فرزندانش درس های خوب عبرت آمیز و فراوان آموخته باشیم. و من الله توفیق. Thank you.